چی اکبر آقا؟ چرا قنبرک ساختی؟ هیچی، باز آوردم و از شرکت اخراجم کردن. هرچی هم پیکار میگردم پیدا نمیکنه. ایوا، اخراجت کردن؟ همین؟ خب بله، اخراج میکنن، همین. پس تکلیف اجاره خونه من چی تو میشه؟ گوش کن داداش جو، من یه بی بزنم، من قراره در اومدم همین سم نارسشه یست که وابطه این تار تا خشخرابه استو میسونم. خدایی نکرده زبونم لال دیر و زود نشدم. نفر تا باجی، اگرم دیر و زود بشه سوخت و سوز نمیشه. خب خدا کنه، خدا بگم چی کارت کنه مرد؟ تو وقتی سر کار بودی اینقدر به بقال، به قصاب، به کاسب کار، به نوان نسیه بالا آوردی که صدای همه رو در آوردی. حالا که بیکار شدی نور علا نوره. مردشون قدم تو رو ببرن. 15 سال و اندیست که تو قدم به خونه داداشی زبون بسته و بیتار من گذاشته. غیر از نک به تو بدبختی چی براش آوردی؟ از قدم من نیست که همیشه هشتش گره نوهشه، از بیارزگی خودشه. حالا دیگه من بیارزه شدم؟ البته اگه بیارزه نبودی دختر قلم بنا رو نمیسته. پس خیال داشتی دختر حاکم ولایت رو بسونه؟ پس چی؟ اگه تو چیز خورش نکرده بودی براش دختری میسدن از بزرگون که یک عالم جهاز داشته باشه، نه فقط مثل تو یه زبون دراز. مگه من کم جاز داشتم؟ الله پورشیم اگه دیده باشیم. داشتی و نداشتی، چادر سر تو داشتی، آیه جف عرسی لنگه به لنگه که 30 روز خدا یکیش نو هم میخوند، آیکیش هم واسه 30 نمیزه. قصیتت رفته، خودت بگو چقدر جازم رو بردی و فروختی و خرج عطینا کردی؟ خرج عطینا کردم یا خرجی مداوا خودت کردم که بچه دار بشی و نشدی؟ مگه عیب از منه که بچه دار نشدم؟ پس عیب از منه؟ خب معلومه، تا وقتی جوان بودی گفتی بچه دار نشیم تا وضعمون خوب بشه. هرچی سب کردیم وضعمون که خوب نشد، اما تو پا به سن گذاشتی، حالا دیگه یه پای کار میلنگه. خدا را صد کروشو که جانبی من نمیلنگه. خودت هم میدونی که اگه پیرمو میلرزم به صد تا جوون میارزم. کجاد پیرست داداش جون؟ تازه اول چلچلیده. آره راست میگه، اگه از زیر مزا چرد میشی مواظب خودت باش. کسب کاره دیگه، کار واسه خونشون رسته، مخصوصا اون داشه ایدر قصد ما.